بحران جهانی اقتصاد از دادن وام‌های بی‌حساب و کتاب مسکن شروع شد. هرچند بر سر زمان دقیق شروع بحران مالی اخیر اختلاف نظر هست، ولی عمده کارشناسان اقتصادی معتقدند که جرقه های این بحران از 9 اوت 2007 آغاز شد. این بدترین بحران اقتصادی جهان در 80 سال اخیر است. بعضی مؤسسه های مالی آمریکا پول های زیادی به صورت وام خرید مسکن به مشتری هایشان می دادند، اما خیلی از این مشتری ها نمی توانستند آن را باز پرداخت کنند. پس از ورشکستگی بانک بزرگ لیمن برادرز و بانک آمریکایی مری لینچ، دولت ها تصمیم گرفتند با توجه به جدی بودن بحران اقتصادی از مؤسسات مالی بزرگ که در خطر ورشکستگی قرار دارند حمایت کنند. تا جایی که در 16 سپتامبر 2008 بانک مرکزی آمریکا اعلام کرد برای نجات AIG بزرگترین شرکت بیمه این کشور 85 میلیارد دلار در اختیارش قرار می‌دهد و در عوض 80% سهام آن را می‌گیرد و این یعنی دولتی شدن این شرکت بزرگ بیمه. با گسترش بحران مالی در اروپا، فرانسه، هلند، بلژیک و لوکزامبورگ به نجات فورتیس قول بیمه اروپا شتافتند. آلمان و بریتانیا هر کدام از طرحی 50 میلیون یورویی و 50 میلیون پوندی برای نجات بانک‌های بزرگ اروپا خبر دادند. پاییز همان سال دولت آمریکا اعلام کرد 800 میلیارد دلار دیگر به اقتصاد این کشور تزریق می‌کند. یک روز بعد کمیسیون اروپا خبر داد که 200 میلیارد یورو برای نجات میلیون‌ها شغل در اروپا اختصاص داده است. بهار سال 2008 باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا لایحه 787 میلیارد دلاری نجات اقتصاد آمریکا را امضا کرد. در بهار 2009 رهبران گروه 20 در اجلاس لندن توافق کردند با صرف 1100 میلیارد دلار با بحران اقتصادی جهان مبارزه کنند و این بیشترین رقمی بود که تا کنون برای کنترل بحران مالی به شرکت‌ها، مؤسسات و بانک‌ها کمک شده است. اما تزریق نقدینگی به مؤسسات و شرکت‌های مالی و بانک‌ها از ورشکستگی بعضی از شرکت‌های بزرگ جلوگیری نکرد. اردیبهشت 2009 کرایسلر، یکی از قول‌های خودروسازی آمریکا، خود را ورشکسته اعلام کرد. یک ماه بعد جنرال موتورز، بزرگترین خودروساز جهان، اعلام ورشکستگی کرد. فرانسه هم برای مهار بحران مالی 26 میلیارد یورو برای طرح‌های عمرانی و اعطای وام به صنعت خودروی کشورش واگذار کرد. زمستان 2008 دفتر تحقیقات اقتصادی آمریکا رسما اعلام کرد که اقتصاد این کشور دچار رکود شده. یک ماه بعد اعلام شد که بریتانیا هم رسما وارد رکود شده، زیرا تولید ناخالص داخلی این کشور تنزل کرده بود. بیکاری، پیامد ورشکستگی شرکت‌ها و مؤسسات مالی بزرگ، بانک‌ها و رکود اقتصادی بود. از آغاز رکود اقتصادی آمریکا در زمستان 2008 تا کنون 6 میلیون و 900 هزار آمریکایی کار خود را از دست دادند. در بیش از یک ششم خانواده ها در لندن دست کم یک نفر بیکار است. بر اساس آمار رسمی بریتانیا این بیشترین تعداد بیکاری در 10 سال گذشته است. در سال گذشته در کل اتحادیه اروپا، در کل 27 کشوری که در اتحادیه اروپا قرار دارند، 21 میلیون نفر بیکار شدند. اسپانیا با 18.5% بیشترین تعداد بیکاران رو داره. لیتوانی با 17% بعد از اون قرار داره، دانمارک 6% بیکار داره و هلند با 3% کمترین میزان بیکارها رو در اتحادیه اروپا داره. ایران گرچه به طور مستقیم تحت تاثیر بحران جهانی اقتصاد قرار نگرفت، اما تاثیر آن بر روی قیمت نفت و همچنین بر روی صادرات و واردات ایران، اقتصاد این کشور رو هم دچار بحران کرد. برمیگردیم به شما در استودیو.